جیگر طلا سلام، شیطون بلا سلام. لایف شدیم، میخوام بهتون جفتگیری آویکولاریا آویکولاریا رو نشون بدم. یه پروسه خیلی زمانبره، پس باید صبور باشید و با هم بمونید. سلام به همه عشقا، سلام. ببخشید قطع شد. خب آویکولاری آویکولاریا یا همون پینک فود تارانتولا، یه تارانتولا هست که از مناطق آمریکای جنوبی میاد. سلام همه عشقا، این جنس ماده مونه، جنس نر رفت این پایین. الان بگم که این کار یه کار خیلی زمانبره. اینا دیگه، این تارانتولای ماده است ناش، اینم نره. اینجا رو من چون نمیتونم خیلی نور بدم ایش لیوه تارانتولا، یا تارانتولا لیفتش آخ. بله، چون نمیتونم زیاد نور بدم به اینجا. این هاش، این تارانتولای ماده مونه که تو تارشه، جنس نرم این پایینه، این زیره. مادمون خیلی اول شروع کرد به تب زدن، من فکر کردم داره شروع میکنه ولی ظاهرا حسشو نداره. بله، میخوایم جفت اندازی. میبینید داره تب میزنه، ماده آماده است، ماده داره درام میزنه، این داره دعوت میکنه از نر که یعنی بیا. بچه ها، چون من میخوام تصویر فول باشه، پیکچر یعنی تصویرمون کامل باشه، نمیتونم کسی رو بیارم بالا، لطفا درخواست اومدن توی لایو ندید. جفتگیریه دیگه. بله، خب این کار یه کار خیلی زمانبره و احتمالاً یه 3-4 ساعتی طول بکشه این کار. پروسه فور پلی کردن اینا یه کار طولانیه، مخصوصاً توی آویکولاریا. دوباره شروع کرد به درام زدن. ماده نه، این ماده آرومه، زیاد تمایلی به خوردن نر نداره. برای کسایی که تازه جفت شدن، مراسم جفتگیریه آویکولاریاست یا همون پینک فود تارانتولا، پینک تو ببخشید. از هر زاویه دیگه بگیرم معلوم نیستش، به خاطر اینکه میبینید این یه تارانتولای هوی وبره، این همه کلن این انکلوجر رو تار میزنه. خب هیچ کسی سوالی نداره راجع به این که الان ما داریم چیکار میکنیم؟ خب یه پروسه زمانبره دیگه، باید صبر کنیم تا نره بیاد بالا دیگه. نره رفته اون زیر قایم شده.
ممکنه 3-4 ساعت طول بکشه، شاید هم بیشتر. عنکبوت گازم گرفته؟ بله، همه میدونن. نه خب بعضی ها تازه اومدن به جمع جیگرتله ها پیوستن و شیطون بله ها. خب نمیدونم ما داریم اینجا چیکار میکنیم دیگه، خودم رو ببینید دیگه، خودم اینجا هستم. این ماده چیزه، ماده داره درام میزنه ولی نره اصلا نیست. اسپرمم هم زده ها. عنکبوت ها نیش دارن. بله قربونتون برم. میگه انقدر توضیح دادی هممون بلدیم. بله دیگه درد نداشت اصلا. پرسن چقدر درد داشت نیشش؟ درد نداشت. آویکولاری آویکولاری ها رو داریم جفت میزنیم ولی نره رفت پایین، اصلا نمیدونم کجا رفت. لایو جفتگیریه دیگه، مادمون آماده است، نره نیست، نمیدونم نره کجا رفت. آره دیگه 3-4 ساعت بعد اینجا بشینم که اگه خواستن نزدیک هم شده، من باید با یه دونه انبر اینا رو از هم جدا کنم که همدیگر نخورن، ماده نخورن. میکشه نیشش؟ نه برای چی بکشه؟ این آویکولاری آویکولاری همون تارانتولاییه که دیدید یه چیزه داره پرنده رو میخوره، یه تارانتولا داره پرنده رو میخوره، این همونه. برای بچه هایی که بخوان تو ایران ازش کسب درآمد کنن باید تکثیر کنی دیگه. آره نرا کم کار شدن. بله واقعا کار پرزحمتیه. خب ظاهرا نره اصلا نیستش. دلیل اینکه ماده نرو میخوره، سلام سیامک جان، دلیلش اینه که خب موقعی که ماده ها میخوان میرن تو پروسه تخم گذاری و اکسک بستن و جفتگیری، اینا نمیتونن امنیت لونه رو ترک کنن. بعد نره که میاد بعد از جفتگیری، خب عمر نرام کوتاه دیگه، خب چه بهتر که استفاده بشه، اسراف نشه. میخورنش که مواد مغذی برای تولید و تولید نسل بعدی رو داشته باشن. آویکولاری آویکولاری ها دیگه. دوباره شروع کرد به درام زدن. خب بچه ها تکثیر آویکولاری آویکولاری ها کلن آویکولاریا ها شرایطشون با بقیه تارانتوله های خود فرق میکنه. مثلا برای سلمن پینک ما دیگه، سلمن پینک تارانتولا دمامون همون دمایی که همیشه داشتیم، زیاد نیاز نیستش که دما رو بالا پایین بکنیم. از کبروها لایو نمیزنم به خاطر اینکه سالون من نمیدونم. ببخشید من این کامنت ها رو ببندم، حواسم پرت نشه، میخوام توضیح بدم راجع به این جفتگیری آویکولاری ها. لطفا درخواستم ندید که بیاید توی لایف، چون باید حواسم به این باشه و وقتی که شروع کردن میخوام تصویر رو برگردنم روی این، نمیخوام حواسم پرد بشه. آویکولاری ها تارانتوله خیلی گرون قیمتیه، ارزشمنده به خاطر چیزش ها، به خاطر قیمتش نه، به خاطر اینکه تارانتوله کمیابه، برای من خیلی ارزشمنده. anyway برای اینا دمای پایین تری نیاز دارن نسبت به بابون ها. دمای مورد نیاز آویکولاری آویکولاری ها معمولا بین 21 تا 25 درجه است، دمای ایدئالشونه. موقعی که میخوام اینا رو جفت بندازیم یه خورده دما رو میاریم پایین، مثلا روی 23 22 درجه. بعد اینا جفتگیری که کردن، دما رو دیگه روی 24 درجه ثابت نگه میداریم تا تخم گذاری بکنن. قبل از اینکه اینا رو جفت بندازیم یه بار انکلوژر رو با آب یکی میکنیم، یعنی رطوبت رو خیلی میبریم بالا. موقعی که جفتگیری کردن دیگه دست به رطوبت نمیزنیم تا تخم گذاری بکنن. موقعی که تخم گذاری کردن رطوبت رو روی 60 درصد ثابت نگه میداریم. این اینجوریه جفتگیریشون. خب سوال
ایران هم بیوه سیاه هست؟ بله هستش، تو ایران هم بیوه سیاه هست. خب بچه ها، توی کاریبنه ها و آویکولاریا ها من فکر کنم اکثرا توی ایران فقط کاریبنا ورسیکاله رو میشناسن. کاریبنا ورسیکاله تنها عضو این خانواده پینکتوها نیستش، اینا اعضای بسیار زیادی دارن مثل آویکولاریا متالیکا، آویکولاریا جرولدی، آویکولاریا آمازون پرپل، آویکولاریا بعد دیگه آمازون پرپل رو گفتم، دیگه چیا داریم؟ خیلی زیادن، تعدادشون خیلی زیاده و همچنان نر ما از ماده دوری میکنه. خب دما رو همونطور که گفتم ثابت نگه میداریم و صبر میکنیم که نرمون چیکار بکنه، اسپرم وب بزنه. خیلی عجیبه برام که لایو انقدر کم بیننده است. صبر میکنیم که نرمون اسپرم وب بزنه. بعد از اینکه اسپرم وبشو زد، باید از پوست اندازی، آخرین پوست اندازی ماده حدود 1 ماه یا 2 ماه گذشته باشه، بعد نر رو به ماده معرفی میکنیم. اگه ماده توی پوست اندازی باشه یا مثلا مدت بیشتری از پوست اندازی گذشته باشه، اینا رو جفت بندازیم، قبل از اینکه تخم بذاره پوست اندازی میکنه و دیگه دوباره بعد اون پروسه رو تکرار بکنید، که این کار رو نمیخواید بکنید، ریسک بشه براتون. سخت ترین جفتگیری رو کدوم گونه داره؟ جی بی بی به نظر من، جی بی بی و برزیلیان بلک. حتی توی ایران جی بی بی فکر میکنم راحت تر باشه چون رطوبت هوا اونجا پایین تره. عمر تارانتولو عزیزم بستگی داره چه گونه ای قربونت برم، نر یا ماده. تقسیم بندی شاخه‌ای برای گونه تارانتولو ها درست کنید. چشم. تو ایران ترانتولا ایتالی بلک ها هست یا خیر؟ اصلا نمیدونم چیه ایتالی بلک. داخل انکلوژر یک حشرات خیلی خیلی ریز سفید هست که باید با دقت نگاه کنیم تا ببینیشون هست. چیکارشون کنیم؟ اگه منظورت اسپرینگ تیل هست، اونا مشکل ندارن. اسپرینگ تیل ها صدای درام زدنشو من دارم میشنوم اینجا. ماده آماده یا آماده است؟ شهاب جان عزیزمی، بزرگترین تارانتولای دنیا دنیای جدید کدوم آقا کاظم؟ کلن بزرگترین تارانتولای دنیای جدید و قدیم گالایاسان دیگه، گالایاسا. آه برزیلیان بلک من نمیدونم عزیزم، من کجا بدونم هستی؟ نه نازنین جان سلام، چطوری؟ خوبی عزیزم؟ چرا دیدمت عزیزم، خوبی؟ از گکو که ویدیو میذاری؟ من کلن یه مدل گکو بیشتر اینجا ندارم، اونم از این فراگ آی گکو هاست که تو ایران هم هستش ازش دیگه، مثلا بومی ایرانه. سگ؟ بله سگ زیاد دارم. خب همین دیگه، مادمون شروع کرده دوباره. میبینید این داره درام میزنه، یعنی آماده است برای جفتگیری. کدوم گونه ها صدا دارن؟ درام زدن دیگه داره اینجوری چیز گرفته، ضرب گرفته روی چیز، روی انکلوژر.
بچه ها برای دوستاتون هم بفرستید این لایو رو بیان ببینن. یکی دو نفر توی دنیا این کارو میکنن و تنها کسی که به زبون فارسی این کارو میکنه منم. میبینید داره ضرب میگیره روی انکلوژر. به 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 به. خب داره میره سراغ نر. جالبه که این دفعه ماده داره میره سراغ نر. من فکر میکنم اینها یه فرمون هایی دارن که یه بویی از خودش ساطع میکنه که جنس نر و ماده اینجوری همدیگه رو پیدا میکنن توی طبیعت، و اونجوری که شنیدم تا کیلومترها میتونن همدیگه رو تشخیص بدن، بوی همدیگه رو. و دیدید که به محض اینکه نرا آوردم توی انکلوژر ماده، ماده شروع کرد به درام زدن، یعنی فهمید بوی نرو. نمیتونست دیده باشتش چون ببینید این تارش خیلی زخیمه. آه اینم بهتون بگم که یکی از محکمترین تارها رو دارن کاریبنه ها و آویکولاریه ها، جنس تارشون خیلی محکمه. تقریبا مثلا یه جورایی مثل، چجوری بهتون بگم، مثل برزنت محکم تارشون. حالا اونایی که دیدن تار ورسیکاله رو متوجه میشن، من میدونن من چی میگم، یا لمس کردن تارشو. دوباره شروع کرد به درام زدن. نرمون اینجاست. این رنگ های سبز زیر پاشون رو میبینید، این سبزی ها رو میگن اینا برای جذب جفته، یعنی تارانتولا این رنگ ها رو میبینن. نره هم شروع کرد به درام زدن. نمیدونم میشنوید یا نه. ای نره بی خاصیت، یه خودی نشان بده. دیروز اسپن وب زده ها، نمیدونم چرا الان نمیادش بالا، رفته پشت این کنده درخته قایم شده. خب سوال بعدی، گونه ای داریم که اندازه جنس نر با ماده یکی باشه یا حتی بزرگتر باشه؟ معمولا ماده ها بزرگترن. نرها دست و پای کشیده تری دارن، ولی امکان داره نر ماده رو بخوره؟ نه من تا حالا ندیدم همچین اتفاقی بیفته. نر هدفش چیز دیگه ایه. تو ایران جا نیفتاده هنوز، متاسفانه مسخره هم میکنن. خب ببینید، کسی که مسخره میکنه، کلن آدم ها هر چیزی که درکی ازش ندارن و مسخره میکنن. خب منم خیلی مورد تمسخر واقع شدم، خیلی به من گفتن آخه این همه کار چرا رفتی مثلا دنبال خزنده ها، خزنده شناس شدی اصلا، اینم کاره؟ بعدن دیدن که نه بابا این کار خیلی هم کار خوبی و خیلی کار پردرآمدیه. موقع که موفقیتتون رو ببینن همشون یه سر تسلیم فرود میارن. سم پیت وایپر ها، همون آبی ها، اسم دقیقشون نمیدونم چه اثری داره. سمشون نوروتوکسین ها دیگه، بعضی هاشون هم هموتوکسین، بستگی داخل چه گونه ای رو میگید از پیت وایپر. بله طول شیر میخوان. شیر ایزم ایون خونگی نیست. اسپرینگ تیلا چیزایی هستن که انکلوژر رو تمیز نگه میدارن. برگشت رفت تو تارش، نمیدونم چرا از نره خوشش نیومد. اسپرینگ تیل اون چیزایی که انکلوژر رو تمیز نگه میداره، جای نگرانی نیستش عزیزم، اون سفیدا مشکلی ندارن.
استینگ سینگاپولو اغلب زیر خاکه. بله دیگه، سینگاپولو تارانتولای درختیه، منتها تو دوره استینگی اکثرا زیر خاکن. نق میزنن. هوا چطوره؟ انگار از بارون اومدی. نه همین الان دوش گرفتم، تازه از خواب بیدار شدم. جمعه هستم سر کار نرفتم. رشته تحصیلیتون چی بوده؟ پزشکی. سلام کازم، تکو آرژانتینی توی ایران چنده؟ نمیدونم والا، قیمت های ایران من نمیدونم عزیزم. داروهایی که برای تارانتولا استفاده میشه اکثرا چیه؟ استفاده کردین؟ تارانتولا دارو نیاز نداره که. امو تو ایران شوی گلایدر آوردن. به به، خیلی هم عالی. ممکنه مجبور بشین نرو جدا کنین؟ بله دیگه، من اینجا نشستم برای چی؟ از نرو جدا کنم دیگه. دوباره ماده اومد بیرون شروع کرد به درام زدن. سلام عزیزم امیرعلی جان. درام زدن چه معنی میده؟ همین ضرب میگیرن روی شیشه. دیدید طرف با انگوش اینجوری ضرب میگیره روی شیشه یا روی میز، به اون کار میگن درام زدن اصطلاحاً. شما چقدر ماه هستید و این زیبایی ها رو در اختیار هم بذارید. نظر لطفتونه سوگن جان. تو لایف قبلی قرار توضیح بدید مار دو سر چجوری به وجود. خب ببینید، مارها موقع که تخم گذاری میکنن، مار دو سر رو میخوام توضیح بدم. بعضی وقتا دو تا جنین همزمان توی یه دونه تخم وارد میشن و دو تا جنین با همدیگه شروع میکنن به رشد کردن. توی مرحله ای از این رشد جنینی این دوتا جنین با هم دیگه فیوز میشن، یعنی یکی میشن، بدناشون با هم یکی میشه، منتها سراشون همچنان جداگانه است. جدا یه میوتیشن، چی بهش میگن؟ آره دیگه یه جهشه، یه جهش صورت میگیره و این سرها چیز میشه، دوتا سر دارن و یه بدن. همین، چیز خاصی نیست، یه چیز خیلی عجیب و غریبی نیست. معمولا توی کلوبریدا بیشتر اتفاق میفته این. آقا کاظم ایران نمیایین؟ نه بیام ایران چیکار کنم؟ یه لایف هم از جفتگیری ایرمینیا بذارید. ایرمینیا ماده بالغ ندارم الان، ولی چشم گرفتم حتما. کار خزندگان خوب پول در میاری؟ من کارم خرید و فروش خزنده نیست عزیزم، پول در نمیارم اصلا از این کار. ممنون که با حوصله جواب میدین، خواهش میکنم. جی بی بی بعد چند تا مولت استینگش آبی نارنجی میشه؟ معمولا مولت دهم یازدهم دیگه رنگشون شروع میکنه به عوض شدن. محمد فتایی عزیز سلام عزیزم. درست هست که واسه پرورش مار لازم هفته یک بار غذای زنده بهش بدیم. دوبه کامین کامین کامی کام کام بیبی ببخش. بستگی داره. خب چه ماری؟ مارای بالغ و حالا توی مثلا توی رتیا توی برمساد ماهی یه بار کافیه غذا براشون. خزنده ها سخت‌تر تکثیرشون یا تارانتولا؟ تارانتولا سخت‌تره، برای همین قیمتش اینقدر بالاست دیگه. آرایت. حسودی نکندی که قربونت برم. بیا جم دیلی، بیا با هم دیگه سوالا رو جواب بدیم. الان کار تبابت میکنی؟ نه عزیزم من کار نمیکنم، کلن بیکارم. کازم چطور به تو گیر ندن؟ به خاطر اینکه من لیلی رو داشتم، به من کسی جرأت نکرد گیر بده. پروژه با شکست مواجه شد، هنوز پروژه شروع نشده و خواهش میکنم که انرژی منفی ندید. علاقه زیادی به ایگوانه ها پیدا کردم، به نظرتون واسه نگهداری از چه نوعی شروع کنم؟ اگه از من میپرسی، ایگوانه اصلا حیوان خونگی خوبی نیستش، مخصوصا موقعی که بزرگ میشن
دیگه واقعا مشکل هست، مخصوصا توی ایران که شما باید حتما لامپ UVB براشون داشته باشید، مکملاشون رو باید حتما بهشون بدید، مثل کلسیوم، دیتیری، مولتی ویتامین. و حیوان خونگی خیلی سخت و پر دردسریه دیگه، جای بزرگ میخواد، گونه درختیه دیگه، یه دونه انکلوژه با ارتفاع زیاد میخواد، تقریبا نصف یه اتاق توی خونه باید براش بذارید دیگه. امیر عزیزم، من همه کاراتو دنبال میکنم، ممنونم ازت. کاظم تو چطور این همه حیوان داری؟ خودم هم واقعا نمیدونم. یه نما از سالن پرورش نشون بدی؟ من خونه هم عزیزم، تو اتاق تارانتوله هامم، یا اینجا اتاق تارانتوله های منه، خیلی هم به هم ریخته است. اینجا یکی از اتاقای تارانتوله هامه. خب بیشترین گونه که داشته باشید و اسمش چی آقازم؟ گونه تارانتولا تقریبا اکثر گونه‌هایی که میخوام دارم. زمانی که تارانتولا ترسیده و استرس داره چیکار کنیم؟ غذا هم نمیخوره. چرا ترسیده؟ حتما اذیتش کردید که ترسیده دیگه. به حال خودش بذاریدش تا بره یه خورده حالتش عادی بشه بعدن. امیر علی جان، من همین الان توی لایو گفتم من قیمتای ایران رو نمیدونم، فداتون بشم. دوباره نفر پنجاهم دوباره پرسید قیمت فلان چیز چقدره. نگهداری کروکودیل چجوریه؟ نگهداری کروکودیل، یه دونه برکه میخواید، لامپ گرمایی میخواید، لامپ یووی لازم دارید، بعد یه دونه مکان برای خشکید. یه بار تو لایو میشه همه خونت رو نشونمون بدید؟ چرا میخوای خونه من رو ببینی؟ چیز خاصی نره، خونه هستی که یه خونه هست مثل بقیه خونه ها، باید توش بره حیونه. گالایاس ها، به خاطر اینکه دمای گالایاس ها، اینجا ما دمای هوامون بین 24 28 تا 32 درجه است، گالایاس ها دمای بین 21 تا 25 درجه دمای مناسبشونه، باید اینا رو تو اتاق خنک نگه دارم. حالا حتی 18 درجه اینا بعضی وقتا باید بیاری پایین دماشونو. موقع هندل کردن تارانتولا اگه چه رفتاری نشون داد، یعنی اینکه استرس داره باید بذاریمش سر جاش. ببین من همیشه اینو گفتم، اصلا تارانتولا لذتش توی هندل کردنش نیستش، تارانتولا لذتش توی نگاه کردنشه و غذا خوردنش. هندل کردن تارانتولا واقعا کار درستی نیست. من میبینید بعضی وقتا دارم ویدیو میگیرم تارانتولا رو دستمه، من تعداد خیلی 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 زیادی تارانتولا دارم و هر روز باید چند تا از اینا رو ریهاوس بکنم، یعنی جابجاشون بکنم، خونهشون رو عوض بکنم. بعضیا بزرگ شدن، انکلوژرشون کوچیکه، بعد بذارمشون تو انکلوژر بزرگتر، و یا مثلا باید چک بکنم یه همچی چیزی میارم ان دستم دیگه، گوشی هم دم دستمه، یه فیلمی هم میگیرم. تارانتولا رو به هیچ وجه کار درستی نیست هندل کردنش. حالا ولی اگه میخوای هندل بکنید، تارانتولای دنیای جدید مثلا مثل سلمن پینک، جنی کولاتا، ورسیکالر، جی بی بی، اینا هندل کردنشون راحت تره. یا مثلا براکی پلماها. تو برای این کار چقدر سرمایه گذاشتی؟ من همه زندگیمو گذاشتم برای این کار. گوپرو رو گذاشتم تو جاساز؟ نه بابا، انداختمش تو صدداشغال، به درد نمیخورد گوپرو. گوپرو اینجا اصلا جواب نمیده، اینجا هوا گرمه، گوپرو ترکید، اصلا همون روز اول چیزی سوخت، انداختم این صد داشت خواد. جواب چیو ندم؟ من که از طریق دنبال کردن شما علاقه من شدم، با چه ایگونی شروع کنم؟ به نظر بچه ها اینو خیلی از همی پرسن، چه ایگونی شروع کنم، با چه ایگونی شروع کنم؟ ببین باید ببینی خودت چی دوست داری آخه، من چی بگم؟ ولی تارانتوله ها به نظر من یکی از عالی ترین گزینه ها، نگهداری خیلی راحت، بعد نگهداری راحت، دامپزشک نمیخوان، دارو نمیخوان، یووی نمیخوان، توی خونه با دمای معمولی اتاق اوکی هست، ماهی یه دفعه غذا بهشون میدید، کاری هم نهرن. پس گالایاس ها جزء
سخت ترین نگهداری هاست دیگه، اصلا برای مبتدی اوکی نیست. سخت در از گال نه، گالایاس فقط دمای پایین میخواد دیگه، چیز سختی نیستش، این چیز خاصی نداره. سختا گونه سخت بایروپسان، بایروپسیموروکسی گروم، ورسی کالرا، کاریبنام، اینا سخت نگهداریشون. حتی باید زحمت داره دیگه، باید روزی یه دفعه دو دفعه آب براشون رو اسپری کنی. یه چند تا مار پایتن که خیلی بزرگ نمیشه رو میشه بگی؟ بال پایتن، بلاد پایتن، چیلدرن پایتن، واما پایتن، بعد که حتی اینا هم به غیر از بال همه قیمتشون فضاییه. بلک هد پایتن واسه مبتدی مرفی خوبه؟ من متوجه نمیشم این سوالا. تارانتولا ما یه بار غذا میخوان مگه میشه؟ آره دیگه، تارانتولا ما وقتی بزرگ میشن ما یه بار غذا میدیم، بعضی وقتا تا 2 سال هم غذا نمیخورن ولی هیچ اتفاقی برشون نمیافت. همین برزیلیان بلو من 2 سال غذا نخورد، از سال 2019 تا اواخر 2021 غذا نخورد. چه مورفی رو پیشنهاد میدی برای آماتور؟ مورف که اصلا فرقی به آماتور و اینا نداره که، هر مورفی. شما فقط نگهداری گونه رو باید بلد باشی. اگه قسمتی از موی آبدمنش بریزه مشکل چیه؟ یعنی که خیلی اذیتش کردی و شروع کرده به هرکیک کردن. توی جایی که همش توی رفت آمد سر و صدا است، تکونش دادی خیلی، شروع کرده به هرکیک کردن، توی مولت بعدی در میاد. بذارش توی جای کم سر و صدا، کم نور و خلوت و دیگه هندلش نکن. واسه مبتدی چه مورفی خوبه؟ عزیزم عرض کردم مورف که فرقی نمیکنه که، شما هر مورفی، فقط نگهداری گونه رو بلد باشی. آیا شما فقط واسه علاقه شخصی موجود نگهداری میکنی؟ بله دیگه، پس چی علاقه غیر شخصی هم داری مگه؟ ممکنه ستاب های انکلوژر رو نمایش بدی برای ایده گرفتن؟ بچه ها من چون تعداد تارانتولا هم خیلی زیاده دیگه ستاب های چیز نمیزنم، ستاب های نمایشی نمیزنم. ستاب من بیسیک های نیاز تارانتولاست. مثلا اگه تارانتولای هاید میخواد برش یه دونه هایده، یه ظرف آبه و یه دونه کورک بارک برای گونه های درختی، همین دیگه، چیز اضافه ای نمیذارم. ولی شما میتونید از خزه اسفاگنوم استفاده بکنید، نمیدونم چیزهای خوشگل هستی که توی اینترنت نگاه بکنید هست. آب آکواریوم من چه میدونم، آکواریوم تخصص من نیستش. چیزی بخوایم تو ایران میفرستی برامون؟ چی میخواید؟ کفش و کتونی و لباس و اینا میشه فرستاد با پست. حیوان نمیتونم بفرستم، هر چند وقت یک بار مولت میکنن. بستگی به گونه داره، بستگی به سایز و بستگی به سنشون داره، بین 1 ماه تا 1 سال. برای ما که تازه میخوایم یک شروع کنیم چه حیوانی خوبه که راحت باشه نگهداریش و توی ایران هم بشه تجهیزاتش رو تهیه کرد؟ همین تارانتولا بهترین حیوان خونگیه به نظر من، نه مار. لیزاردا توی ایران به خاطر اینکه لامپ یووی قیمتش فضایی 1 و 6 ماهه بار باید عوضش بکنید و اینا مکمل نیاز دارن و مکملای خوب توی ایران گیر نمیاد متاسفانه. خب آیا مدفوع بالپیتون ها باعث بیماری برای خودشون میشه اگه دو الی سه روز باقی بمونه در مخزن؟ ببینید این یه چیزیه که همیشه گفتم، اگه میخواید تنبلوازی در بیارید در مورد نظافت حیوان خونگیتون، اصلا سراغ اون حیوان خونگی نرید بهتره. به محض اینکه اینا مدفوع میکنن حتما باید سریع تمیزش بکنید، به چند دلیل. یکی اینکه خب نظافت من الایمان. دو، ممکنه آره دیگه بوی بعدش و فلان اینا دیگه آدم باید تمیز کنه دیگه، دلایل خیلی زیادی داره، ولی خب تمیز کنید، از من قبول کنید. اتروت کلون برای تارانتولا ضرر داره؟ درسته، بله، استفاده نباید بکنید تو اتاقشون. سیگار هم نباید بکشید. آقا کاظم کلن دوست نداری درباره زندگی خودتون بگید بیوگرافی کنم؟ عزیز زندگی من چیز خاصی نیستش، من یه علاقه‌منده به حیواناتم و طبیعت و تخصصی خزنده های سمی رو تکثیر میکنم، بال پیتون، رتیکولیتد پایتن، برمس پایتن،
و تارانتولا چیز خاصی نداره، زندگی خیلی ساده و شست و رفته است. تارانتولای سفید داریم، آلباینو یا لویسیستیک، من ندیدم تا حالا. دیدی رو بردمش هموم، امروز شستمش، تمیزش کردم. بچه شیر و کروکودیل کجا میفروشن؟ علی جان من نمیدونم چرا. ببین بچه ها، من اینجا فسیلیتی خیلی خوبی دارم، امکانات خیلی خوبی دارم برای نگهداری هر حیوانی و مجوزش هم میتونم بگیرم، اما کروکودیل من راستش سراغش نمیرم به چند دلیل. یک، به خاطر اینکه سایزش خیلی بزرگ میشه. این حیوان غذا دادن این کروکودیل خودش یه داستانه، حفظ امنیت این کروکودیل یه داستانه، زنده نگه داشتنش یه چیزی. حالا ببین، یه موقع است مثلا شما توی یه باغ وحش می‌بینید که کروکودیل میاره، خب اون امکانات نگهداری از کروکودیل رو داره، یه دونه برکه داره، یه محوطه داره برای چی میگن رفت آمد کروکودیل، و دورش هم فنس‌های الکتریکی شیده، 4 نفر 5 نفر مواظب اون کروکودیلن. کروکودیل که 6 متر طولش میشه رو من چرا باید بیارم؟ حیوان خونگی نیستش، واقعا حیوان خونگی نیستش. یا مثلا شیر و ببر، دیگه من چی نمیگم دیگه، من اشتباه کردم قبلا ها، برای همین میگم تجربهشو دارم، واقعا سراغش نرید. برای کاشروع کار ذرت خوبه، میشه درباره مار ذرت صحبت کنید. اگه کورنستیک منظورتونه که آره، نگهداری خیلی راحتی داره، یه دونه هایت میخواد، یه ظرف آب و یه دونه باکس، یه دونه هیت پد، تموم شد و رفت. رطوبتش هم باید پایین باشه. برای جوونایل آروریال C20/20 انکلوژر بزرگه، C/20. نه دیگه، وقتی جوونایل میشن حل دیگه. اون برای اون وقتی میگم انکلوژر کوچیک استفاده بکنید برای دور اسلینگ، برای موقعی که خیلی کوچیکه، موقعی که دیگه از آب و گل در میاد، یه بند انگشت دو بند انگشت میشه، میشه توی بزرگ جای بزرگ نگرش داشت. آخه دورف کیمن هم 2 متر میشه، آخه قربونت برم، کجا میخوای نگرش داری؟ اگه جاشو داری که خب چه فبه ها، ولی معمولا برای 99% آدم ها دورف کیمن هم حتی پت خوبی نیست. ماری قوی تر از شاکوبرا هم هست؟ خیلی زیاد، خیلی. از چه نظر؟ لحاظ زهرش منظورتونه؟ تارانتولا سمی نیست؟ واقعا ترس از نگهداریش، از چطوری به این فوبیا غلبه کنیم؟ تارانتولا همشون زهری هم، ولی زهرشون خطرناک نیست. دیدید که من میارم رو دستم، مشکل نداره. چیزی که خطرناک باشه من هیچ وقت توصیه نمی کنم. کورنسنک گاز نمیگیره، چه خطراتی داره؟ برای چی گاز بگیره؟ نه معمولا اومد بیرون مادمون. اینم نرمونه. دیدی جان برو پایین نیزه، من باید مواظب این نره باشم نخورتش ماده. خب فکر کنم از اینجا بهتر دیده بشاره. این نرمونه، مادمون فرار کرد رفت، در انکلوژر رو باز کردم، ماده فرار کردم. بیا خانوم قهر نکن، بیا. اینم بهتون بگم که این نره برای دوستمه و این نره رو من قرض گرفتم. اینجا ما نره کسی نمیفروشه، نره قرض میدن و وقتی که بچه ها به دنیا آمدن استینگا رو نصف نصف میکنیم، یعنی 50% بچه ها رو میدیم به اون کسی که صاحب نره.
عجب اشتباهی کردم در اینو باز کردم و خب برش کن در اینو ببندم، اینا به کار خودشون مشغول باشن. خب چی میگفتم؟ کورن سنیک. نه برای چی گاز بگیره؟ یه مستند دیدم همه مارها رو شکست میداد و میخورد چاه کبرا، فکر کردم قوی ترینه تو مارها. مار بزرگه، 5 متر و نیم طولش میشه، بزرگه. بله خاک به سرش رو که نم میکنیم یه وقت ممکن نیست که قارچ بزنه. چرا؟ قارچ ها رو بر میدارید، مشکل نداره. اگه نر خورده بشه پول نر رو به صاحبش میدید؟ نه دیگه، پول چی بدیم؟ نره رو خورده دیگه، ماده نوش جونش. یه چیز دیگه، یه کار ریسکیه. میشه نر یه نژاد دیگه باشه، ماده نژاد دیگه؟ نه نمیشه. منظورم اینه که یه وقت دست رو با غذا اشتباه نمیگیره موقع گرفتن دست تو دست. خب با دست غذا ندید، با انبر بهش غذا بدید. درآمد نگهداری تارانتولا برای چی هست؟ های درآمدی داره؟ ببینید این سوال خیلی هاتون از هم میپرسید. چرا توی ایران همه فکر کنن همه چیز باید درآمد داشته باشه؟ طرف میخواد بره شلوار بخره، شما میری شلوار میخری، تو فکر اینه که درآمد کسب بکنی از شلوارت، یا میری یه تیشرت میخری درآمد باید در داشته باشه؟ نه دیگه، چیزی که داری استفاده میکنی دیگه. تارانتولا، یا من نمیدونم، سگم حتی میخرید شما. من دیدم توی ایران همه من میگم درآمدش، درآمد داره این سگ. بابا همه چیز که درآمد نیستش، قربونت برم که آدم یه سری به غیر از پول یه چیزای دیگه هم توی زندگی هستن به اسم لذت بردن از زندگی، به اسم لذت بردن از زیبایی های زندگی. و ما اینجا نیومدیم که فقط پول در بیاریم توی این دنیا، که توی این دنیا چیزای دیگه هم هست به غیر از پول، ولی درآمدم داره. ولی من یه چیزی بهتون بگم، اگه واقعا فقط برای درآمدش میخواید برید دنبال تارانتولا، نرید، خیلی بهتره. کدوم کشوری؟ مثل این که خیلی گرمه. آره مالزی هم دیگه، مالزی دما همیشه روی، نه تنها پنکه روشنه، کولر هم روشنه اینجا 24 ساعته. ایرانی ها فقط پول میخوان، لذت نمی... آره ما رو لذت بردن از زندگی رو از ما گرفتن. من نمیدونم چرا همش تو فکر اینیم که خب من الان فلان چیزو میخرم باید ازش پول در بیارم. نه خب بیاد ازش لذت ببر. عمر واقعا کوتاه‌تر از اینه که بخوای فقط به پول فکر بکنی. چیزای خیلی قشنگ توی دنیا زیاده. اینجا همه میخوان از آب کره بگیرن. متاسفانه، متاسفانه اگه خورده چی میشه؟ نره مال دوست. خب من حواسم هست که نخوره نره رو، ولی اگه هم خورد که خورده دیگه. میشه یه معرفی کنی تارانتولا داشته باشن؟ بیایید توی دایرکت بهتون معرفی میکنم. علاقه شخصی خودتون تو مارای سمی چیه؟ من افگه جنس بیتیس رو خیلی دوست دارم و تریمرسروس ها رو دوست دارم. بیتیس من منظرم گابون ها و ایناست. من روزهر دارم ولی اصلا یک ماه غذا نمیخوره، غذا هم میذارم ولی اصلا نمیره سمت غذا، دلیلشو نمیدونم. عادیه میلاد جان، غذا نخوردن روزهر دوره های پریمولت خیلی طولانی دارن گراماستوله ها، یک ماه عادیه. غذا تومه رو بکش براش بنداز، بعد هندلش نکن اصلا، رطوبت تو پایین نگه دار، و اگه میخوای مطمئن بشی یه عکس از انکلوجرت برام تو دایرکت بفرست ببینم مشکلت چیه. زهر تارانتولا برای باعث فلج شدن تو میشه یا اینکه برای حذف کردنش هم هست؟ بیشتر یه بزاق پیشرفته از زهر تارانتولا تا افیه گاوان نشون. افیه گاوان دیگه اینجا نیست. رفت. تو استرالیا تارانتولای بومی زیاده، به نظرت برم پیدا کنم؟ برو حتما اگه استرالیا هستی، ولی مواظب فانل وبا باش. فانل وبای استرالیا خطرناکن، زهرشون کشنده است.
اطلاعات روش درست نگهداری خزندگان در ایران موجود هست؟ آره دیگه، من دارم توضیح میدم دیگه، خزندگان رو دارم راجع بهشون ویدیو میسازم دیگه. الان یه دونه تارانتولا بخوای انتخاب کنی چی انتخاب میکنیم؟ نمیدونم، خیلی سخته، همشون رو دوست دارم. مامبای سیاه نه ندارم متاسفانه. برای تازه کارا چی پیشنهاد میکنی؟ برای تازه کارا گراماستولا ها خوبن، چاق گلدنی، روز هر یا براکی پلمه ها مثل رد لگ، رد نی، اینا خوبن برای تازه کارا. من یه اژدها دارم، این خیلی وقت از دهنش آتیش نمیده، چیکار کنم؟ یه 2 لیتر بنزین بریز روش. کسی مگه بهمون یاد داده که باید لذت برد از چیزی؟ بله متاسفانه بهمون یاد ندادن لذت بردن رو. بچه ها من خاطرم هست ایران که بودم توی ترافیک، موقعی که پشت چراغ قرمز مثلا چراغ هنوز سبز نشده بود، طرف دستش رو بوق بود پشت سرت. خب من نمیفهمیدم، حالا عجله داری؟ حالا صبر کن چراغ سبز شه، حالا میریم دیگه. اینجا اصلا صدای بوق تو خیابون نمیشنوی، اصلا کسی عجله ای نداره. طرف میاد میشینه مثلا توی رستوران 3 ساعت 4 ساعت اونجا یه چایی گرفته، نشسته تلویزیونش رو نگاه میکنه. همه کار رو با آرامش انجام میدن، اصلا انگار اینجا زندگی روی مراقبه است. میدونی چی بهتون میگم؟ زندگی براش یه مدل مدیتیشنه، لذت واقعی رو از زندگی میبرن. کسی نه دنبال زیاده خواهیه، نه کسی دنبال اینه سر اینو کلا بذاره، سر اونو کلا بذاره. همه کارام رو رواله. من فکر کنم یکی از دلایلی که ایران انقدر وضعیتش داره روز به روز بدتر میشه، یکیش اینه که خیلی منفی باف شدن ایرانی ها، همش توی فاز منفی هن. شما موقعی که توی فاز منفی میری، خب چیزهای منفی به سمتت میاد دیگه. یکی این که خیلی به نظر من خیلی دنبال مادیاتن ایرانی ها. مادیات شده برای همه چیز، شده برایشون همه چیز. مثلا یکی ازت بپرسه مثلا ماشین چیه، مثلا بگی مثلا من یه پراید دارم، یا مثلا بگی ماشین مدل پایین دارم، نسبت احترامشون بهت کمتر میشه. یعنی من نمیفهمم چه دلیل داره که حالا مثلا ماشینی که من سوار میشم برای من احترام بیاره یا نیاره، یا چه میدونم خیلی چیزای دیگه. یا مثلا خیلی دیدم اینجا به من توی پیج، من هنوز طرف رو نمیشناسم، حتی اسم یارو رو نمیدونم، میاد سوال میکنه آقا ببخشید درآمد شما چقدره؟ اه. مثلا فکر کن تو خیابون تایی را میگه که بگه آقا داداش چقدر حقوق میگیری ماهی؟ خیلی کار حرف زشتیه واقعا. نمیدونم بعضیا یه چیز این بدیهیات آدم دیگه نباید توضیح بده. سلام، تارانتولا چیه؟ یا خدا، تارانتولا یه مدل عنکبوته. در مورد افعی شاخدار نگهداریش چیه؟ نگهداری افعی شاخدار گونه کویریه دیگه. تو ایران هم داریم افعی شاخدار، افعی شاخدار عربی داریم، افعی شاخدار ایرانی داریم. خوبه نگهداریش، خوبه اگه بتونید. تارانتولا در مورد کتابی در مورد تارانتولای اگزاتیک هست به زبان فارسی؟ نه متاسفانه من سراغ ندارم. یه تارانتولای قیمت مناسب و وسایلش داخل ایران باشه چی هست؟ لوازم نیاز نداره که، تارانتولا رو میتونید توی جانونی نگه داری. خود تارانتولا و یه ذره خاک میخواد واسه کفش، تموم شده رو یه دونه هاید. با یه چیز ماست میتونی درست کنی، با یه سطل ماست میتونی درست کنی. وسایل نگهداری هیچی نمیخواد تقریبا. تارانتولا قیمتاشو که نمیدونم، ولی بپرسید دیگه. گونه دیگه از عنکبوتی ها به عنوان پت نگهداری میشن به جز تارانتولا؟ بله، جامپینگ اسپایدر ها هستن، تراب دور اسپایدر ها هستن. بله. کتابشو چرا نمی نویسی؟ دارم می نویسم دیگه، حولم نکن. نه میگن پیج خودت هست کازمی، فارسی توضیح دادی دیگه. نه منظور کتاب بودش. کتابای انگلیسی هم حتی آپدیت نیستن. کتابای انگلیسی مال دهه 70 80 ان
اطلاعاتشون همه غلطه، گونه ها اسمشون عوض شده از اون موقع، خیلی چیز عوض شده، توی کتاب ها نیومده. من هم میپرسن که درس خوندین درباره خزندگان یا رشته هست یا تجربی اطلاعات. خب ببین، دانشگاه که به کنار، تو دانشگاه شما چیز زیادی به نظر من یاد نمیگیری. من خودم چیز زیادی یاد نگرفتم. خب خیلی مطالعه کردم، خیلی مطالعه کردم و اگه نظر منو بخوای، تجربه خیلی بالاتر از علمه. پیش بزرگای این کار خیلی وقت گذروندم، خیلی ازشون چیز یاد گرفتم. گرونترین گونه تارانتولا کدومه؟ تارانتولای گرون زیاد داریم، حتی بستگی به این داره که کجای دنیایی. مثلا اینجا گالایاسا، زنستیسا خیلی گرونن، فورمیکتوپوسا، پامفوبیتوسا، مگافوبماها، اینا گرونن اینجا. الان گرونترین ها سلادونیا ها گرونن، بایروپسا گرونن، خیلی گرونن همه جای دنیا. عزیزم این آزنین جان، شناخت پایه خزندگان. والا منبع فارسی خوبی که ما نداریم، یه دونه کتاب مارهای ایران هستش از فکر کنم دکتر لطیفی، اون خوبه، هم تو ذهنم نیستش. خزندگان ایران هست، اونم خوبه. آقازم آخه یه هابی هست که نسبتا تازه همه گیرتر شده، تا چند سال قبل حتی داخل مستند انگلیسی گاه هم میشینم همون کلمه روتیل رو استفاده. امی جان بله، تارانتولا توی ایران تقریبا خیلی خیلی جدیده، خیلی جدیده. کلن اگزوتیک، من یادم یه موقعی مثلا من مار نگهداری میکردم، مثلا 23-24 سال قبل تو ایران، همه من مسخره میکردم، میگفتن آخه مگه مارم شد حیوان خونگی؟ اصلا کسی باورش نمیشد، همچین آیدیایی تو ذهنش نبود که یه نفر مثلا ما رو به عنوان یه حیوان خونگی نگهداری بکنه. یه گاون هم یکم اطلاع در موردش میبیزم، چشم، یه ویدیو راجبش میسازم. بزرگترین ماری که داریم چند تا پیتون هستن، بزرگن 6-7 مترن. اینجا نیستم، من خونه هم الان. بوهای کانسترکتور ممکن هست در بزرگسالی تغییر رنگ بدن؟ چه مورفی؟ من ندیدم تا حالا زیاد تغییر رنگ. سوالم تکراری باشه شاید. از روی ظاهر چجوری میشه فرق مار سمی و غیر سمی رو تشخیص داد؟ تجربه است دیگه، باید مارا رو بشناسید. یه سری کارگاه آموزشی هستش الانم که اینترنت هست. بچه زمان ما وای فای نبود، زمان ما خیلی ما پیریم. یه موقعی بود ما دایلاب داشتیم، کتاب ها رو بعد می رفتیم تو کتاب خونه ها دنبالش می گشتیم. الان دیگه یه دونه دکمه هست دیگه، می زنید اسم ما رو سرچ می کنید، یه دونه عکس ازش می گیرید توی گوگل، عکسش رو پیدا می کنید، گونه همه اطلاعاتش میاد بالا دیگه. الان خیلی راحت شده. خطرناکترین حیوانی که نگهداری میکنی چیه؟ بچه ما حیوان خطر، چیزی به اسم حیوان خطرناک نداریم. نظر من آدم ها خطرناکن، ما حیوان خطرناک نداریم. ورسیکالر ما یک ماه غذا نمیخوره، میندازیم میره میلبورن رو لمس میکنه ولش میکنه. یا توی پریمولت یا رطوبتت خیلی پایینه، آب اسپری شاید نمی کنید، بعد میلورم غذای خوبی برای ورسیکالر نیست. ورسیکالر ها معمولا جیرجیرک رو ترجیح میدن یا دوبیا روچ رو. تارانتوله ها نیش دارن؟ بله. آقا کازم، تا حالا پیش اومده رتیه صاحبش رو بکشه؟ رتیه 7 متری کاری نداره کشتن انسان. خب ببین، یه پروتکل هایی هست برای کسایی که مارای بزرگ نگهداری میکنن، مثلا رتیا.
خب این ما رو اولا که نباید تنهایی هندل بکنید، ولی اگه لحاظ آماری بخواید حساب بکنید، فقط یک نفر توی ایالات متحده توسط ماری که حیوان خونگیش بوده کشته شده، که در مقابل سگ آدمهایی که توسط سگ ها کشته شدن اصلا هیچی نیست. در سال بوده 100 هزار نفر، آره دیگه شاید هم بیشتر کمتر، توسط سگ ها مورد حمله قرار میگیرن و تعداد زیادی از این حمله ها منجر به مرگ میشه تو ایالات متحده فقط. تو کل دنیا که خودمون دیگه داریم روزانه میبینیم سگا چه بلایی سر بچه ها میارن، سگای بدون صاحب رو من میگم. دلیل این همه خوب بودن و خفن بودن چیه؟ بمونیم. خوبی که از خودتونه، نظر لطفتونه. من خودم آدم خفنی نمیدونم، آدم معمولی هم. از پرورش حشراتی هم که برای تغذیه استفاده میکنی ویدیو بذار. چشم. ماده داره میاد بیرون دوباره. من میترسم در اینو باز کنم دوباره بترسه بره تو. تارانتول ها زهر هم دارن؟ بله، همه تارانتول ها زهری هن، ولی زهرشون خطرناک نیست. انکلوژر چه گونه ای از تارانتولا هست؟ انکلوژر اون ظرفیه که تارانتولا رو توش نگهداری میکنه. میشه ویدیو بسازی از پایه خانواده های تارانتولا ها رو با زیر شاخهشون توضیح بدی؟ دیگه چی عزیزم؟ هزار گونه تارانتولا هست، چجوری توی ویدیو توضیح بدم؟ موز اینجا کیلوی چنده؟ نمیدونم، ما تو حیاتمون موز داریم دیگه، میریم میکنیم میخوریم، کسی پول موز نمیده. خیلی ارزونه اینجا موز، مثلا از سیب و اینا ارزون تره. اینجا انگور گرونه با گیلاس. متین جان قربونت برم. دوبیا روچ چیه؟ دوبیا روچ یه مدل روچه دیگه، یه مدل سوسکه. عمر مفید تارانتولا چقدره؟ سوالای کلی میپرسید. چه گونه ای از تارانتولا، نرش یا مادهش؟ به طور مختصر منظورم، عزیزم به طور مختصرم خودش یه روز طول میکشه اون. در ایران اطلاعات درست در مورد نگهداری خزندگان موجود هست؟ چه گونه ای از خزنده؟ من توی پیجم یواش یواش دارم ویدیو میسازم در مورد نگهداری، راجب ساوانا ساختم، رافنگ مانیتور، آرژانتین تگو ویدیو ساختم، راجب بالپیتون، میلک اسنیک، کورن اسنیک ساختم ویدیو. امکان نگهداری دو مار در یک تراریوم وجود دارد؟ سازگار میشم بوای کانستراکتور. بهتره با هم نگه ندارید مارا رو، مارا اندیویژوالن. من خواستم بیام براتون چی بیارم؟ خودت بیا علی جان، فدات شم. سه تا هایی ببر از انواع مختلف زمینی و درختی و زیرزمینی معرفی میکنی. هایی ببر درختی ورسیکالرا هستن، نیمه درختی، البته جی بی بی و او بی تی. زمینی هایی ببر، زمینی چیزی هایی ببر، اینسه کوتول است دیگه. فوسوریالا نقبزنا هم که همه بگو سریوپاگوپوسا، چیلابروچیسا، اینا هایی ببرن. بعد از مولد چندم جاگلدنی میشه جنسیتش رو تشخیص داد؟ طول عمرش هم بگین لطفا. جاگلدنی موقعی که دو تا بند انگوش میشه میشه دیگه تشخیص داد، اگه مولدش رو سالم در بیارید. طول عمرشون نرا 6 سال 7 سال، ماده ها تا 25 سال هم میمونن. سمیترین و بزرگترین مار دنیا چیه؟ سمیترین مار دنیا تایپانه، اینلند تایپانه که مال استرالیاست. حتی مارای خیلی سمی زیادن، مثل بوشمستر، گابونا هستن، مامبا هستن، شاکوبراه، مارای مرجانی، مارای دریایی. بزرگترین مار دنیا همین رتیکولیتد پایتنه دیگه. بزرگترین مار سمی دنیا شاکوبراست.
خیلی خوبی کاظم جان، لذت میبریم از کارات. قربونت برم عزیزم، خوبی از خودتونه. اون بیوه سفید رو چیکار کردی تو انکلوژر؟ یکی از تارانتولات بود توی یکی لایوات هست دیگه، اینجا داره زندگی میکنه واسه خودش، چیکارش داریم؟ بالپیتون مرغ میخوره؟ بله، مرغ، خروس، کپک، قرقاول. هوی وبر چیه؟ چیزی که زیاد تار میزنه رو بهش میگن هوی وبر. تارانتولایی که زیاد تار میزنه رو بهش میگن هوی وبر. هوی یعنی سنگین، وب هم که یعنی همون تار دیگه. چرا بوا نیاز به لایسنس داره اونجا آقازم؟ اینجا همه مارا نیاز به لایسنس دارن، بوا رو خورده سخت گرفتن جایی. فراد جان نظر لطفته. سه تا تارانتولای مورد علاقه هم بیشتر از ستان. جی بی بی یکی از محبوب ترین هاست. او بی تی، اورنج بابون، ورسیکالرا، آویکولاریا خوبن، همشون خوبن. آناکوندای سبز بزرگترین مار نیست عزیزم، آناکوندای سبز سنگین ترین ماره. بازم 18 سالگی باید چاوگلدنی ها رو شوهر داد. زبان مالزی بلدی؟ بله عزیزم بلدم. یه دونه حفیه گاون کم دارم تو مجموعم، حفیه گاون زیاد دارم عزیزم تو مجموعم. بله مارای آبی زهرشون قوی تره. جی بی بی، متالیکا، کوبالت بلو، هر ستاشون عشقن. عمر تارانتولای چاو گلدنی همین الان گفتم دیگه، ماده ها تا 25 سال، نرها 6 سال، 7 سال. خوب نگهداری ده. آره بله، نگهداری ماده بهتر یا نه جفتشون خوبن. تارانتولای بومی ایران داریم، بله ایشنوکولوس سویل کشف کرد دیگه تارانتولای. بعد تحصیل اجرز زمانی هم دیسکرایب شد. مار تایتانوبوا که ایزم منقرض شد دیگه، دیگه وجود نداره که، مارای زنده رو داریم راجع بهشون صحبت میکنیم. برای آخرین سوالم، برام سوال چطوری بعضی از تارانتولا پرنده یا موش میخورن داخل تارشون گیر میکنه؟ یا بچه ها تارانتولا برای از تارشون برای گیر انداختن تومه استفاده نمیکنن. تارانتولا تارشون برای تشخیص تومه است و وسیله زهرشونه که از بین میبرن، یعنی میخورن چیزو. جانداری که همیشه آرزوشو داشتی و نتونستی بگیری چیه؟ کرگدن. کرگدن خیلی دوست دارم. به نظر شما این قیمتایی که برای اسلینگای تارانتولا میگن معقولانه است؟ چرا نباشه؟ مار دو سر واقعیه؟ بله توضیح دادم توی. کاش در لایف ها جو کتاب یا جوزه معرفی میکردید. کتاب در چه موردی عزیزه؟ بیویسی ها خطرناکه؟ بله نیش داره و روبه انقراض ترین مار دنیا، نمیدونم، خیلی از مارو هستن در خطر انقراضن. پایتون مشبک همون رتیکولیتد پایتنه. بله کازم جان بچه کهنه دیروز پوست انداخت ولی غذا نخورد، نگران نباشم. نه نگرانی نداره، دماتو خوب نگه دار، دما رو بالا نگه دار میخوره، رطوبتتو پایین میخوره. چند تا تارانتولا که هندل کردنش اوکی باشه واسه آماتورها معرفی میکنید؟ من تازه جون شدم. بچه ها قبلن هم گفتم هندل کردن تارانتولا اصلا کار درستی نیست، ولی تارانتولای قابل هندل چاو گلدنی خیلی قابل هندله، کرلی هر، روز هر، اینا خوبن. لطفاً لایو رو سیوش کنید. چشم. نه جدی قانع کننده این قیمت رو تارانتولا ها وقتی که جفتگیری میکنن هزاران تا میاره. خب بچه من راجع به قیمت تارانتولا چیزی بگم، فکر نکنید که مثلا اینجا تارانتولا ارزونه.
من یهو میبینید یه تارانتولا میخرم 60 میلیون تومان، به نظر شما عاقلانه است؟ بله عاقلانه است. خیلی ها فکر کنن که مثلا تارانتولا همینجوری میگه یک دو سه تارانتولا میزاد. امسال زلمن پینک که من تخم گذاشت، تخما خراب شدن. کینگ بابون مادم 3 تا نرم خورد. 6 سال 7 سال طول میکشه تا این تارانتولا بالغ بشه. توی برزیلیان بلک 8 سال باید من زمانم و زندگیمو بذارم روی این تارانتولا تا این تارانتولا بالغ بشه. من که حتی کارم خرید و فروش تارانتولا نیستش، من فقط برام یه هابیه. اگه استینگ داشته باشم استینگا رو میدم، یه دونه تارانتولای دیگه میگیرم، حالا اون گونه‌ای که ندارم. ولی اینو مد نظرتون باشه که تارانتولا تکثیرش کار راحتی نیست و زنده نگه داشتن استینگا کار راحتی نیستش. چون فکر نکن مثلا یه دونه تارانتولا 2000 تا استینگ داره همه تارانتولا رو همه میتونن زدی. بعضی وقتا چیزا تخما اصلا چیز نیستن، خیلی از تخما چی میگن هچ نمیشن، مثلا 100 تا 200 تاش میمونه. بعد متقاضیش توی دنیا زیاده تارانتولا. شما ایران رو نگاه نکن، مثلا خیلی تعداد کمی باهاش آشنان. این تارانتولا یه چیزیه که میلیونی طرفدار داره تو همه جای دنیا. بعد راجع به قیمتش من هیچ نظری نمیتونم بدن چون کار من خرید فروشش نیست. فقط گفتم بدونید که چه دردسرایی داره تولید کردنش و کار راحتی نیست تکثیر تارانتولا. این سوالو جواب نمیدم، توی دایرکت بپرسید. ابعاد تراریوم رتی بالغ میگی گازم جان؟ ببین دیگه حداقل ابعاد برای رتی بالغ حداقل 2 متر شما تراریوم لازم دارید، ارتفاع کم 5 تا 60 سانتی ارتفاع و عمق هم بوده 1.5 متر، 1 متر 1.5 متر. واقعا تارانتولا خیلی صبر بالا میخواد. بله صبر بالا میخواد. یوتیوب کاظم رو حمایت کنید، یه زشت فقط یه طرف آدم استفاده کنه یه چیزی. مرسی. کانال یوتیوب رو که با ما زبون اون مو در آورد، اصلا هیچکی نگاهش هم نمی کنه. 26,000 تا جیگرطلا اینجا هستن، کلن 100 نفر رفتن از اینجا کانال رو سابسکرایب کردن. بعد به هر کی هم که میگیم یه بهونه‌ای دارن، میگن تو ایران یوتیوب فیلتره. من یادمه توی ایران فیسبوک هم فیلتر بود اون موقع که 20 سال پیش، نه 20 سال نه، خیلی سال پیش من یادم فیسبوک رو با فیلتر شکن میرفتیم. الان که دیگه با فیلتر شکن ها چیز شده. متاسفانه هموطنهای ما یه خود کم لطفن. کامنت ها رو باز میکنیم، میان توی کامنت به جنگ دوتا سوال خوب بپرسن، حتی من اقلیت رو میگم ها، میان با هم یه دعوا میکنن توی کامنت ها، در صورتی که ما اومدیم اینجا دور هم یه لذتی ببریم، حالش ببریم و صفا بکنیم. چی بگم؟ میخوام گوسفند نگهداری کنم، پیشنهاد میکنید نگهداری کنه ایزم؟ من چی بگم؟ قشنگ ترین ماری که میشناسم به نظر من افیه گاوونه، یا من یه روز بلاکای شما نگاه نکنم نمیشه اصلا. نظر لطفت یاسین جان. نامید نشینا چون بهترین این دواشه ها شیتیو هم بالا میادش سری. یک سال نیم اینا ادامه بده من اندازه همین. امین جان ببین، اگه من این انرژی که روی یوتیوب فارسی گذاشتم روی یوتیوب انگلیسی آلمانی میذاشتم، الان سابسکرایبرام خیلی بیشتر بود. فقط در همین حد بگم حمایت واقعا خیلی پایین بود. چند نفر هستن به غیر از اون یه سری آدم خیلی باحال و دوستای خیلی خوبم و عزیزای دلم که حمایت کردن، من حمایتی روی یوتیوب نمیبینم متاسفانه و این منو خیلی دل سرد میکنه. من میگم دارم بهترین محتوا رو تولید میکنم تو زمینه خودم، کسی رو من ندیدم، ایرانی من ندیدم راجع به تارانتولا تولید محتوا بکنه یا
راجب تکثیرشون همه چیز رو بگه. بچه ها جفتگیری شروع شد. میترسم در اینو باز کنم فرار کنه ماده. ببینید ماده داره درام میزنه. معداد ماده خیلی خوبه. های نریه تکونی به خود بدی یه زبا جلو. عزیزم باید یه زبری جلوتر. نره خامه و بی تجربه، اما این ماده کار کشته است. ماده خودش اومد دیگه، انقدر نرفتی که ماده دیگه خودش اومد. چرا نره عقب نشینی میکنه؟ بیا جلو بیا جلو. آره باری کلا نه، مثل که نره بلده کارشو. میدید فنگای ماده رو قفل کرد. ببخشید که نور کمه اینجا، من نمیتونم زیاد نور بندازم به خاطر اینکه اینا. بله رفت روی استایل فردی مرکوری. ببینم این سرشن انجام شد یا نه. بله این نر کارشو بلده. خب جفتگیری تموم شد. ببینید دستش هم انداخته پشت کمر ماده، با دو تا دستش فنگای ماده رو بلاک کرده. خیلی وارد این نره، آب پیدا نمی کرد. شناگر ماهریه.
من گوشی رو میذارم اینجا، برم چیز بیارم، نور بیارم. Watch yourself. فکر کنم بهتر معلومه یه زن. میبینید اون سوزنا رو میبینید؟ با اون سوزنا اسپرم وارد حفره شکمی ماده میکنه، یا اسپرماتیکا. به این استایل میگن استایل فردی مرکوری. نره قشنگ ماده رو با 4 تا پاش بغل کرده. خب تموم شد. الان باید نه رو برگردیم تو انکلوژر خودش، ماده هم که خودش برمیگره میره سر جاش دیگه، کاری باش نداریم. یه جفتگیری موفقیت آمیز از آویکولاریا آویکولاریا. خب عزیزای دلم مرسی که نگاه کردید. من کامنت هارم باز کنم یه ذره. خب از کرم ابریشم استفاده کنی برای تارانتولا؟ بله میشه. سلامت باشی رو من جان، قربونت برم. مرسی که نگاه کردید لایو. من لایو سیو میکنم، خیلی خستم، بریم بخوابیم دیگه. اسم چنل یوتیوبم هستش، لینکش توی چیز هست، توی چی بهش میگن، توی هایلایت ها هستش. فنگ های مرگبار اسم کانال یوتیوبم. قربونتون برم، فداتون بشم. بچه من لایو رو سیف میکنم، کانال یوتیوب لیلی کمیه، کانال یوتیوب رو حمایت کنید دیگه بابا. مرامی فنگ های مرگبار اسم کانال یوتیوب. بعد همین دیگه، مرسی که بودید جیگر طلا. قربونتون برم، به خدای بزرگ و مهربون میسپارمتون.